سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، صادقی هستم با مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال به همراه استاد عزیز مهندس خانتاراج در خدمت شما بزرگواران هستم. جلسه گذشته در مورد آموزش متاتریدر با شما عزیزان صحبت کردم، تولبارها رو توضیح دادم، کاستومایز کردن و نحوه شخصی سازی تنظیمات رو برای شما عزیزان توضیح دادم. این جلسه میخوام حالا از منوها شروع کنم به توضیح دادن. به ترتیب از منوی فایل شروع میکنم به توضیح دادن. بعضی از این گفته ها ممکنه در جلسه گذشته گفته شده باشه و برای اینکه چیزی از قلم نیفته، من دوباره به ترتیب منوها اینها رو توضیح خواهم داد و سعی میکنم ویدیویی که ضبط میکنم کوتاه باشه، چون هم برای دوستان عزیز ملال آور نباشه و هم من در آپلود کردنش مشکلی نداشته باشم. خب خدمت دوستان عرض کنم از منوی فایل به ترتیب شروع میکنیم. نیو چارت که خدمت دوستان توضیح داده بودم، نیو چارت رو شما میتونید از اینجا چارتی رو که میخواید انتخاب کنید و یک چارت جدید برای شما باز میکنه. گزینه بعدی اوپن آفلاین هست که شما میتونید یه چارتی رو که مد نظرتون هست انتخاب کنید و اون به صورت آفلاین مشاهده کنید، که در صورتی که آفلاین باشه مثل اینه که بازار بسته شده باشه و دیگه حرکت بازار رو نشون نمیده، مووینگ دیتا شما ندارید، برای کار آموزشی و غیره میتونید ازش استفاده کنید. مثلا الان چارتی که باز شده یورو یو اس دی 1 دقیقه ای هست، شما میبینید که دیگه نمیتونید تغییرش بدید، تایم فریمش رو عوض کنید یا چی، ولی خب این یورو یو اس دی 1 دقیقه رو ما اینجا میبینیم که بازار الان تو این ساعت بازه و داره حرکت میکنه و به اصطلاح مووینگ دیتا داریم، ولی اینجا این رو نداریم. من اگه زوم بکنم و روی کندل سیگ نشون بدم، شما در حقیقت میتونید دقیقا اون این کندل رو اینجا ببینید که حرکت بازار و اینجا به اصطلاح سکون بازار رو میتونید ببینید و چیز خاصی نیست. گزینه بعدی اوپن دیلیتد هست که شما چارتایی رو که دیلیت کردید رو میتونید از اینجا بازیابی کنید، مثل این هیستوری یا تاریخچه در حافظه نرم افزار باقی مونده و شما میتونید از اینجا چارتایی رو که بستید احیانا میخواید دوباره بهشون دسترسی داشته باشید به اصطلاح بازیابی کنید. گزینه بعدی پروفایل هست که پروفایل رو شما هر کدوم از این چارتایی که مجموعه چارتایی رو که اینجا باز کردید اینا رو میتونید تحت عنوان یک پروفایل سیو بکنید. مثلا الان حالا اینجا من یه AUD هم دارم، این AUD رو اگه حذف کنم هر سه تا چارت من چارتای یورو هستن. من میتونم اینا رو بیام تحت عنوان یک پروفایل سیو بکنم. به چه شکل؟ همینجا تو گزینه پروفایل که اومدم سیو از رو میزنم و اینجا یه اسمی براش انتخاب میکنم، مثلا میذارم یورو شماره 2 و این رو سیو میکنم. خب حالا این به عنوان یک پروفایل سیو شده، یعنی اگر من بیام تو پروفایل و میبینم که الان تو پروفایل یورو 2 هستم، اگه مثلا بیام CHF این یه پروفایل دیگه است که فرانک سوئیس، این قبلا سیو شده اینجا و شما حالا دوباره میتونی از پروفایل بیاید و همین یورو 2 رو انتخاب کنید، دوباره میبینید که اینها اینجا موجود هستش. خب پس گزینه پروفایل سیو از داره، ریموو داره، شما میتونید هر کدوم از اینا رو خواستید دیلیت کنید. این هم لیست پروفایل هایی که سیو شده، نکس هم که به معنی بعدی و قبلی پرویوس. خب کلوز هم که مشخص گزینه بعدی چارت میبنده، این چیز خاصی نداره. سیو از هم که مثل هم میتونید سیو بگیرید از کارتون، سیو از پیکچر شما اگه خواستید از این تصویری بکشید، تصویری داشته باشید، مثلا خطی کشیدید روی نمودار و میخواید حالا بیاید ازش یه عکسی بگیرید، این عکس رو شما میتونید با گزینه سیو از پیکچر انجام بدید و اگه اینو سیو بکنید میبینید که میاد، شما میتونید اینو سیو بکنید و به صورت یک عکس ملاحظه میکنید که این دقیقا به شکل یک عکس برای شما ذخیره شد توی نرم افزار، ذخیره شد توی کامپیوترتون. از گزینه بعدی ما گزینه اوپن دیتا فولدر هست که مسیر در حقیقت ذخیره شدن نرم افزار روی کامپیوتر رو شما نشون میده، چیز خاصی نیست. و گزینه های بعدی اوپن اکانت، لاگین توی به اصطلاح اکانت خودتون و توی سایت MQL، که اینا مطالبی هستن که موقع
باز کردن اکانت توضیح داده شدن در ویدیو گذاشته. پرینت ستاپ که پرینترتون رو ست بکنید و پریویو پرینت که چیز خاصی نیست. این هم اگه بزنید کاملا نرم افزار بسته میشه که حالا اکسید از نرم افزار هست. منوی بعدی منوی ویو هست. شما گزینه اول ما لنگویج زبان ها هستند که اتفاقا زبان فارسی هم اینجا داره، ولی باید فونت داشته باشید روی کامپیوترتون یا به هر طریقه اگر خواستید میتونید زبان رو به زبان فارسی برگردونید که من ترجیحا از زبان انگلیسی استفاده میکنم. و گزینه بعدی تولبار هست که تولبار هایی که جلسه گذشته براتون توضیح دادم از اینجا این تولبار استاندارده. اگه اینو من بردارم میبینید که تولبار من کمتر شد به این تولباری که دیگه اسمش تولبار استاندارد نیست. چارت اینا رو این هر کدوم از تیکاشو که بر میدارم اینا از این بالا پاک میشن و خب ما چون معمولا به اینا نیاز داریم سعی میکنیم که اینا دم دستمون باشن که برای ساده کردن کار ازش استفاده کنیم. تولبارها رو گفتم که کاستومایز میتونید بکنید. تولبارهایی رو که میخواهید میتونید با استفاده از اینزرت یا ریموو به اصطلاح اضافه یا کم بکنید. و خدمت عزیزان و سروران عرض کنم که گزینه بعدی ما استاتوس باره که این میبینید که نوار پایین صفحه اضافه یا کم میشه و همینطور چارت بار که دیگه مثلا اسم چارت ها رو نمیبینید شما، ولی خب این تیکش رو که بزنید دوباره میبینید که اسم چارت ها اینجا اضافه میشه، چیز خاصی نداره. سیمبولز هم که بازم تکراریه، ولی خب دوباره عرض میکنم خدمت دوستان که اینجا شما میتونید جفت ارزها یا به اصطلاح مواردی که بروکر در اختیار شما میذاره میتونید از اینجا بهش دسترسی داشته باشید، مثلا طلا یا بازارهای فیوچرز یا فارکس یا اون چیزی رو که مد نظرتون هست که ترید بکنید از اینجا میتونید با شو و هاید به این ردیف اضافه بکنید و ازش استفاده کنید. گزینه بعدی ما مارکت واچ هست که این ستونی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید به میگه مارکت واچ که این اگه کلیک کنیم الان هاید شد، دوباره روش کلیک کنید دوباره مارکت واچ نشون داده میشه. آیکونش هم همین آیکونی است که این بالا فعال، از این آیکون میتونید همین کار رو انجام بدید. دیتا ویندو که دیتا ها رو نشون میده، شما رو هر کندلی که موس رو نگه دارید دیتا اون کندل رو به شما نشون میده. اوپن های لو کلوز رو به شما نشون میده رو هر کندلی که نگه میدارید. این هم باز از طریق این آیکون توی این تولبار قابل دسترسی هست و همینطور از اینجا که منوی ویو باشه. نویگیتور هم به اصطلاح شما میتونید مثل یک نمودار درختی هست و از این نمودار درختی میتونید به بخش‌های مختلف نرم افزار و اندیکاتورها و غیره دسترسی داشته باشید. مثلا RSI شاید یه دسترسی سریع، الان من کلیک میکنم رو RSI اینجا اضافه میشه و خب میتونید نویگیتور هم باز از این منو قابل اضافه یا کم کردن هستش. الان دیلیت اگه بخواهیم این پنجره ببندیم راست کلیک میکنیم دیلیت ایندیکیتور این دوباره دیلیت میشه. ترمینال هم که به شما یه سری اطلاعات اکانتتون که این پایین اطلاعات اکانتتون هست، بالانس ایکویتی هست و هیستوری هست، اخبار هست و میل باکسی هست که بروکر برای شما میل های نفسه و غیره که حالا اینا ضرورتی نداره الان دونستنش و چیز خاصی هم نیست. خدمت شما عرض کنم استراتژی تستر که اینجا برای کسانی که از استراتژی با استفاده از برنامه اکسپرت یا غیره میخوان استفاده کنن از این منو قابل دسترسی است که تو اینجا تنظیمات رو انجام بدن. و خب همه این چند تایی که گفتم تو منوی ویو بود، این تولبار ویو از شما میتونید همه اینا رو از اینجا بهش دسترسی داشته باشید یا هایدش بکنید یا هر جور که مد نظرتون است نمودارتون رو تنظیم بکنید.
منوی بعدی ما منوی اینزرت هست که اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها در حقیقت همونطور که از اسمش پیداست ایندیکیتور یا نشانگر ترجمهش هست و معنیش اینه که اندیکاتور در حقیقت یک سری راهنماها هستند برای معامله‌گر که با استفاده از برنامه های خاصی اینها رو میشه بهش اضافه و کم کرد و حالا بعدها خواهیم گفت توی قسمت اکسپرت و اینه که اینها به چه شکل هست. یه سری از اندیکاتورها بای دیفالت در نرم افزار تعبیه شده که مثلا از مهمترین اندیکاتورها میشه به اندیکاتور مووینگ اوریج اشاره کرد. مووینگ اوریج در حقیقت یک نشانگریه که همونطور که از اسمش پیداست میانگین در حقیقت اطلاعات کندل ها رو به ما میده. الان بر فرض مثال یک مووینگ اوریج ما داریم با دوره 14، یعنی متشکل از اطلاعات 14 کندل. روشمون هم روش میانگین ساده هست. اینو اپلای میکنیم مثلا توی اوپن، یعنی قیمت اوپن این 14 کندل رو به صورت میانگین یا به صورت یک خط به ما روی نمودار نشون میده. حالا مثلا این خطش رو اگه ما بخوایم ضخیم کنیم تو راست کلیک میکنیم پراپرتی که همونطور که تو جلسات گذشته توضیح دادم، اینجا ضخامت خط رو انتخاب کنیم که نشون بده. این الان مووینگ اوریج به اصطلاح 14 تا کندل، یعنی هر 14 کندل رو میانگین گرفته و برای ما یک به صورت یک خط، یک خط منحنی این رو نمودار نشون داده و خب یه نشانگر خوبیه برای اینکه قیمت میانگین رو در حقیقت توی یک دوره زمانی بشه فهمید و شاید خب یکی از بهترین اندیکاتورها هم باشه. برای مباحث بعدی اندیکاتورها نیازمنده این هست که من بحث واگرایی و همگرایی رو بگم و بقیه اندیکاتورها با همون مکانیزم واگرایی و همگرایی خیلی هاش قابل استفاده هستن. بنابراین این جلسه رو همینجا خاتمه میدم تا پایین مووینگ اوریج، که خب البته مووینگ اوریج رو اگه بخوام کامل توضیح بدم خودش یک مباحثی رو، ولی شما از گزینه ترند که وارد میشید مووینگ اوریج رو میتونید پیدا بکنید. سیمپل داره، به صورت نمایی داره و حالت‌های مختلف دیگه که هر کدوم کاربردهای خاص خودش رو داره. پس مبحثمون تا اینجا تا پایان مووینگ اوریج باشه. تا جلسه بعدی شما رو به خدا میسپارم.